و در ادامه گزارش‌های مربوط به ایران. رهبر جمهوری اسلامی ایران در اولین موضع‌گیری درباره موضوع بورسیه‌های غیرقانونی دولت قبل گفته در موضوع بورسیه‌ها به عده‌ای ظلم شد. این نظر آیت الله علی خامنه‌ای بعد از آن اعلام می‌شود که وزارت علوم دولت حسن روحانی به تازگی از لغو حدود 1000 بورسیه تحصیلی غیرقانونی خبر داده. دولت میگوید این عده از مسئولان نزدیک به دولت احمدی نژاد به طور غیرقانونی بورسیه شده بودند. آرش سیگارچی گزارش می‌دهد. آیت الله علی خامنه‌ای در دیدار با برخی اساتید دانشگاه‌های ایران به موضوع بورسیه‌های غیرقانونی که در یک سال اخیر وزارت علوم دولت حسن روحانی با آن روبرو بود اشاره کرد و آن را حاشیه‌سازی در محیط علمی ایران نامید. محیط علمی کشور را از حاشیه‌سازی‌ها برکنار نگه دارید. با گذشت یک سال از ماجرای بورسیه‌های غیرقانونی، آیت الله خامنه‌ای در اولین موضع‌گیری در این مورد آن را مایه ظلم به برخی افراد دانست. یکی از غلط‌ترین کارهایی که در این یک سال یکی دو سال اخیر اتفاق افتاد این مسئله بورسیه‌ها بود. علاوه بر این که ظلم هم شد، به خیلی ها ظلم شد. هم خلاف قانون بود این کار، هم خلاف تدبیر بود این کار، هم خلاف اخلاق بود. بیش از یک سال پیش رضا فرجی دانا اولین وزیر علوم دولت حسن روحانی فاش کرد که در دولت محمود احمدی نژاد به بیش از 3000 نفر از وابستگان مقام‌های دولتی و حکومتی به طور غیرقانونی بورسیه تحصیلی داده شده است. یعنی آقای فرجی دانا نتوانستن رأی اعتماد مجدد بگیرن. همین افشاگری در نهایت موجب برکناری و استیضاح رضا فرجی دانا در مرداد ماه سال گذشته شد. با این حال وزارت علوم در گزارش نهایی خود اعلام کرد که بعد از بررسی 3722 پرونده 863 مورد بورس غیرقانونی لغو و حدود 1000 بورسیه دیگر به جای خارج از کشور به تحصیل در داخل کشور تبدیل شده است. اما چه کسانی این بورس ها را با پارتی و اعمال نفوذ دریافت کرده بودند؟ رسانه‌ها گزارش دادند نام 10 نفر نماینده فعلی مجلس و 10 نماینده مجلس دوره 8 در میان بورس شدگان است. حتی فرزندان برخی دیگر از نمایندگان مجلس و فرزندان برخی مقام‌های نظامی مثل سپاه و مقام‌های حکومتی مثل ائمه جمعه یا نمایندگی ولی فقیه در نهادهای انقلابی. دو وزیر علوم دولت احمدی نژاد هم بی‌نصیب نبودند. نام فرزندان محمد مهدی زاهدی و کامران دانشجو دو وزیر علوم دولت احمدی نژاد در لیست بورسیه‌های غیرقانونی به چشم می‌خورد. همین امروز و بعد از سخنرانی آیت الله خامنه‌ای، محمد مهدی زاهدی وزیر علوم سابق و نماینده این روزهای مجلس واکنش نشان داده. گفته وزارت علوم باید از دانشجویان عذرخواهی کند. هنوز دولت حسن روحانی واکنشی نشان نداده است. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.